در بعضی جاها شنیده میشه مثلا علم تقسیم میکنه به علم مفید و علم مضر، یا مثلا بعضی ها میگه که ما نه شدیم از این که علمی که برای به ما صدمه میزنه، برای ما ضرر میزنه، عامل انحراف ما هسته، ما او علم نیاموزیم. آیا علم که خودش نور هست و روش دانایی که خودش نور و روشنایی هست را ما میتونیم بگیم که این مضر هست؟ آیا علم مضر و علم خطرناک و منحرف کننده هم وجود داره؟ بله، پرسشی بسیار خوبی است. بینندگان عزیز، شما توجه دارید که قرآن کریم دو تا تعبیر را در آیات خیش دارد که تقریبا زشترین تعابیر نسبت به انسانها شمرده می شود. بله، یک جا هست که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثلهم کمثل الکلب. یک جای دیگر می فرماید مثلهم کمثل الحمار یحمل اسفارا. این گونه اوریان قرآن کریم با کسی حرف نزده است یک جا که یک جا بگوید شما مثلشون مسئله سگ است، یک جا بگوید مثلشون مسئله درازگوش و اولاغ است و خرها و خران. این سخن رو خداوند به چه کسانی گفته است؟ دقیقا کسانی که عالم دین بودن. عجب. کسانی که عالم دین بودن، یعنی ما اگر علم رو تقسیم بکنیم به مقدس و نامقدس بگوییم، هر علم دینی مقدس است و هر اون چی که نامقدس است، اون چی که علم غیر دینی است یعنی علم دنیوی نامقدس است. بله. و حالا که قرآن کریم بالعکس اون موضعی را که نسبت به عالمانی که علم دینی آموختن این گونه موضع شدید را اتخاذ کرده است. چرا؟ به دلیل اون که هر علمی را می شود در جهت درست استفاده کرد و هر علمی را می توان در جهت نادرست استفاده حتی کرد، حتی از علم دینی و مقدس میشه سوء استفاده کرد و بشود نامقدسترین علم و نامقدسترین عالم. مثل هم که مثل الحمار یحمل اسفارا، اون چرا که تو برمیداری اینها مثل اولاغی است که کتاب بر دوش دارد. بنابراین انسان مقدس و نامقدس می تواند باشد، انسان ها مفید و مضر می توانند باشند. علم چه دینی و چه غیر دینی در اختیار انسان درست اگر قرار بگیرد در جهت منافع بشر استخدام می شود و می شود علم مقدس. بنابراین این انسان است که همون گونه ای که از اسباب دیگر می تواند در جهت نفع بشریت استفاده بکند، از چشم خود، از دست خود، از سایر نعمت ها می تواند انسان ها رو بکشد، با دست خود دست مستمندی را بگیرد، می تواند با مال خود افرادی را از طریق ربا فقیر بله. کند و بیچاره کند و می تواند با اموال خود دست کسانی را بگیرد. بله. بنابراین هر توانمندی و هر داشته ای می تواند به حال انسان ها مفید واقع شود، می تواند مضر باشد. بستگی به این دارد که به دست چه کسی قرار می گیرد. این که انسان را خداوند به علم آموزی این همه تشویق می کند، در جای دیگر اون را در کنار اخلاق مطرح می کند که باید اخلاق عالم باید این گونه باشد. هر کسی که می خواهد پزشک باشد، می خواهد مهندس باشد، می خواهد عالم دینی باشد، که اگر چنین نباشد مثل آن می ماند که شما گلی را در مزبله انداخته باشید. میشه در یک کلام خلاصه کرد که دانش به انسان قدرت و توانایی میده که ابزار بسازه و با این ابزار بیشتر تسخیر کنه طبیعت را و تمدن و رفاه ایجاد کنه، ولی ممکنه ای اگر توهی از اخلاق باشه از کنترل خالی شه و ممکنه بمب‌های اتمی ساخته شه و مادر بمب‌های ساخته شه و با یک کلید زدن هزاران هزار نفر خونش در زمین شه و قتل عام صورت بگیره و میتونه هم اگر در چارچوب اخلاق و انسانیت باشه سبب رفاه و تمدن سازی شود. بسیار بسیار سپاسگزار هستم. در یک جمله اگر صحبتی مانده چون وقت برنامه تمام بله هست. دقیقا همین توریست، اما این تقسیم بندی رو مثال رو که شما از علم طبیعت زدید، یک وقتی به بینندگان عزیز این مطلب رو انقا نکند که در علم طبیعی تنها این توریست، نه درست. چه بسا اگر از علم دینی بد استفاده بله. شود و به دست نااهلان بیافتد، به مراتب فساد او بیشتر است بیشتر. به مراتب فساد او در جهت گمراهی انسان ها. فساد العالم، فساد العالم، عالم دینی را میگوید. بسیار سپاسگزار هستیم جناب استاد.